سازمان ملل متحد میگوید شمار کشته شدگان که در تابستان سال جاری میلادی میخواستند از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند سه برابر افزایش یافته و این دریا به قبرستان کودکان مبدل شده است صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که دست کم 990 نفر از آفریقا بین ماه های و آگوست جانهایشان را از دست دادند و یا ناپدید شدند که میخواستند از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند بر اساس این گزارش سال گذشته در زمان مشابه 334 نفر هنگام سفر از طریق دریای مدیترانه جان باختند هماهنگ کننده یونیسف در ایتالیا گفته است که دست کم 289 کودک انگام این سفر پرخطر دریایی شامال جان باختگان می شود وی افزود شمار کودکان زیر سن قانونی به اروپا در ماه های آینده ممکن است افزایش یابد زیرا شماری از آنان به دلیل جنگ آفات طبیعی یا حتی تغییرات اقلیمی در کشورهایشان به اروپا سرازیر خواهند شد بر اساس گزارش‌ها بین ماه‌های ژانویه و سپتامبر سال جاری میلادی 11600 کودک خرسال بدون همراه توسط قایق‌های کوچک به ایتالیا رسیدند این رقم در مقایسه با همین مدت زمان در سال 2022 میلادی 60 درصد افزایش را نشان می‌دهد بر اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از اول ژانویه سال جاری تا 24 سپتامبر 2500 پناهجو یا در مسیر سفر به دریای مدیترانه جان باختند و یا ناپدید شدند.